درود دوستان، امروز اومدیم بعد مدتاتون نصب 0-100 آمپ بذاریم. حقیقتا تا حالا خودمون هم نصب نکردیم، یعنی فکر نکنیم ما تجربه کاری داریم تو این مورد. نداریم. اول این کاری که باید بکنیم بچه اینه که یه سوراخ از اینجا به داخل ماشین پیدا کنی که کابل مثبت رد بشه بره پشتش صندوق عقب، جایی که میخوان آمپ رو بس کنه. حالا آمپ هر کجا میخوان بس کنه، بعد فقط این سوراخه اگه پیدا نشد مجبوریم با درر یه سوراخ بزنیم. بچه اگه این سیم از کنار سیم کلاج رد بشه، از بالای سیم کلاج، یعنی یه قسمت داره سیم کلاج به پایینه، از بالاش وصل بشه، هیچ فشار روی هم نمیاد و نیاز به سوراخ‌کاری و دلرکاری هم نداریم. سیم کلاج اصولا از زیر بوستر ترمز میره، یکم جا دستش بده، باید لمس کنیم، دیدش پایینه. مرحله اولش رد شد، رد کردن سیم از موتور به اتاق. برق رو باید مخفیش کنیم. حالا این بغلای در بهترین حالتشه. از این ور بیا آقای فیلم بردار. اینا باید باز بشه بچه‌ها. پیچا رو گم و گور نکنین، یه جا بزنین گم و گور نشه. بهتر اینجا اینا این وسط کنسولی. این زیر به همین روش میریم بره عقب. از همین بغل که نه آسیب ببینه. نه مشکل دیگه پیش بیاد. این کاری نداره بچه، این چیزه، پیچی نداره، یه گا داره که میشکنیش. آرسی ها بچه با سیم مثبت نباید از کنار هم رد کنی چون نویز میندازه. کار در میری میذاریش اینجا تمام. خب اینا رو بچه برای اینکه جا بزنه یکم فشارشون میدین قشنگ اینطوری. به این نتیجه رسیدیم بچه که بهترین جا برای ماشین مخزنی دار اینجا نصبش کنیم. رو این نمده، این نمده میچسبیم به کپسول کامل، نه آب میخوره اینجا نه هیچی. ضربه هم امکان ضربه خوردنش خیلی پایینه، باید اینو هوا هم بخوره که یه وقتی داغ نکنه بسوزه. اینو میچسبیم کامل به این و اینم میچسبیم به نمد و خلاص. خب بریم، باید بریم قسمت ضبط ماشین رو کلا بازش کنیم. به پشت ماشین کار داریم، یه سیم نازک ریموت داریم، اینا هم خودشون هم باید بزنیم پشت آرسی. تموم. به همین ننگی، به همین راحتی. کجا رو داری میگیری؟ تو داره کار میکنه. این به این شکل بچه ها، این ضبط از این تو در میاد. این سیمای آرسی رو بچه ها با از این پشت داشبورد رد کنین که بیاد زیر ضبط. این نازکه. سیم ریموته که کارهای اینو داره که آمپ رو براتون خاموش روشن میکنه. آره. خب از کی پرسیدی تو اینا؟ این از اینجا، از اینجا اینم خوب بدیم بره از این زیر فرش. نگون از این زیر فرش قشنگ بدیم بره زیر فرش که وقتی سر نشین میشینه جلو پاش نره تو سیم. ندونم سیم ما خیلی بدیم بره زیر، ولی از اون حداقل یکم سیم آزاد کن که یه یکم سیم گوشته بشه. بیا خیلی خوب برو حالا داری؟ خب حالا فرش هم بدیم سر جاش. فابریک مهندسی شکی مثل خودتون برای ماشینتون دل نمی‌سوزین. اینو آویزه گوشتون کنیم. اگه کاری از دست خودتون برمیاد خودتون انجام. اگه نه کلیپای ما رو ببینید. بکش بکش. خب افتاد تو جوب، زیاد نکش. متاسفانه بچه ریموت با آر سی قسمتش فرق میکنه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، ما بعد یک سیمی از پشت سویچ بگیریم که این همیشه روشن نمیشه. ها ها ها.
بچه ها نکنید این به سیمه میخوره به این ریموت. خب مرتی که بیا نزدیک، بیا نزدیک بگیر لاخمزه بیه. اینجا نوشته ریموت. بچه ها بین منفی و مثبت میدونه چیز داره میشه ریموت. این که برق 12 ولت نوشته مثبت 12 وی، اینم که گرنده یعنی اتصاله. برق ماشین میدونی که فارده چیه؟ بین 12 تا 14 بزنه خودش چیز داره، فیوز داره، اگر هم اضافه شه فیوز میترکه. چیز خاصی نیست، انی آمد. در رو ببن، در رو ببن، میدونم سرمو میاد. نه میخوام بگم که هوا سرده بچه، میخوام در رو ببندم. بهتر نشو الان هوا با این که سقفم بازه، ولی در که میبنده اصلا نصف باده کم میشه. خب بچه ها اینجا یه موزل داریم، موزل که نیست، مشکله. مشکل هم نیست که ما حلش نکنیم، پس حلش میکنیم. این سیم RC باید بیره این ور سمت برق، ولی این فیشای RC باید بیره این ور، این سیم ریموت ببخشیم. پس ما باید اینو جدا کرده، از پشت برده، وز کرده و خلاص به همین رهه. عزیزان این سیم RCو که میخوام وز کنیم، اون دوتا سفید و قرمز که اون گوشه هست، اونا مال سابه. این دوتای این بر مال باند جلو و عقبه، روش هم نوشته نو اوت. به هر کدومشو بزنیم فرقی نمیکنه، چون شما دوتای باند بیشتر ندارین. اگه 4 داشتیم باید دوتا RC بخریم. خب این بچه سیم برق از اینجا نصف میکنیم. این یه مترش میخواد بره برای منفی به بدنه وصل بشه. اینم خواستیم به بدنه وصلش کنین، میگم بهتون چیکار کنین. یه چیزی هم بهتون بگم، سیستم اگه میخوام معمولی ببندین، حالا نیاز نیست یه سیم ابرقدرت وصل کنین، همین بس. در همین او هزینه کردی هم واسه دانه 15 تومن بچه. این پایینی رو اول فشارش میدی خوب بگیرتش، حالا اینو فشار میدی، یه دو دست فشارش هم میدی دیگه تکون نمیخوره دیگه. نه بذار فیلمش بگی. خوب تموم، سفت و محکم و مستحکم. دوستان سعی کنید اگر از این سرسیما میگیرین و استفاده میکنین، با اون قسمت تیزی انبر دست فشارش بدین تا قشنگ سر نخوره بعدن تو لرزش ها. من با سر انبر دست تو تصویر انجام دادم، ولی بعدش دیدم سر خورد، با تیزی انبر دست فشار دادم و خیلی بهتر و مستحکم میشه. اینم که به بدنه ماشین وصل میشه روی بله بدن ماشین بچه ها برق منفی داره سر تا سرش. خب اینم دیگه ما از باتری نمیگیریم، همه راستین بگیریم پمت، یه متر وصل میکنی به بدنه. منتها بدنه نباید رو رنگ نصبش کنیم، باید رو خود بدنه باشه که اتصال برقرار بشه. بچه این سیم آبی سیمیه که به این RC وصل میشه، به ریموت، به ریموت. همو ببخشیم به ریموت وصل میشه. این با فندک بسوزونش، این سیمو بچه چسبش بزنین جای اتصالی پیدا نکنیم. یه توضیح اینجا بدم، این دوتای پایینی رو میبینی، اینا واسه سابه، مثل همون آم که دوتاش جدا بود از این چهارتا که مال بانده، مال بانده جلو و عقب. خب این دوتا سیم و RC مسلمان چون ما ساب نداری میزنیم به اون دوتا چارتای بالا که برای باند بشه. خب اینجا رو بچه ها باید وصل کنیم به مثبت باتری، یه تست بگیریم ببینیم آن روشن میشه نمیشه، مثبت باند به مثبت آن، مثبت منفی شد اشتباه نزنیم. خب اینم منفی دیگه، به منفی وصل میکنیم. اینجا هم نوشته RR یعنی عقب راست. خب میریم برای تست بچه. با نام و یاد خدا و سهل و عکس بده از وقت بچه. این انتهای کار، بیا اینجا هم میرسم پس از کلی زحمت کشید. آم همه بس شد، سیم RC و سیم برق و سیم بدنه و با این هم که میره به باندا پل زدیم دیگه انگاری. بعد بریج بچه بریج باندا یکم لرزش داره چون ما اینجا رو نتونستیم سوراخ کنیم، آهنه وسیله نداشتیم، وقتش هم نداشتیم، فقط آموزش نصب آمپ بود. حالا از این ور ولی صدا بهتره.